قصد دارم حالا که وقت داریم و فرصت به نظر کافی میرسد در مورد شکافی که در ماجرا وجود دارد حرفی بزنم. دوست دارم بگویم دنیایی که از آن حرف میزنم چقدر دور و بعید است و چگونه در آن میزیستیم. 10-12 سال پیش دنیا هیچ چیز شبیه الان نبود. کسی سرش در گوشی فرو نمیرفت آنچنان که امروز شیرجه میزنیم به قصد غرق شدن. آن زمان من که تقریبا از همه دور بودم و فاز عزلت برداشته بودم، تنها خلافم هدفون هایم بود که خب همان زمان برچسب غیر اجتماعی بودن و جامعه گریز بودن به من زده می شد. البته به دور از انصاف است اگر بگویم که درست نیست. 10-12 سال پیش ما می توانستیم همدیگر را لمس کنیم، چیزی که تقریبا 1 سال است که از آن محرومیم و هنوز هیچ چیز معلوم نیست که چقدر قرار است این فراغ ادامه یابد. 10-12 سال پیش بعید می دانم حتی سازمان آمار از وجود ما در آن کنج خلوت دور شهر در ویلا شهر خبر داشته. حال ما هر کداممان به یک ماهواره سیار در آسمان وصلیم و از طریق شبکه بندی های مثلثی با اختلاف نهایتاً چند متر موقعیت دقیقمان قابل شناسایی است. بگذارید دقیق تر بگویم. من دارم دنیایی را شهر می دهم که اینترنت پرسرعت یک مزیت بوده و نه یک ضرورت. دنیایی که گوشی هوشمند زمانه نوکیا N95 و سیستم عامل سیمبیان بوده و نه یک صفحه تمام شیشه‌ای به قاعده یک قرص کامل نان بربری. ما آن زمان پوز کوچیک بودن گوشیمان را می دادیم، نه بزرگ بودنش را. آن زمان ما تا چند ساعت در صف منتظر می ماندیم تا بتوانیم به اینترنت وصل شویم که بتوانیم برای چند دقیقه فایل آپدیت برای آنتی ویروس سیستممان را دانلود کنیم. من آن زمان یک فلش ترانسنت خریدم با 2 گیگابایت ظرفیت، دقیقاً 2 فاکینگ گیگابایت حجم. کاملا مشخص است که چه زمانی گذشته، اینطور نیست؟ خب در این شرایط توقع دارید سرگرمی من چی باشد؟ پابجی موبایل یا فورتنایت؟ خوشیمان با هم بود، دم دستترین خوشیمان هم جمعی بود. به قاعده 2 نفری یا 3 نفری یا 4 نفری دور یکدیگر می نشستیم و برق بازی می کردیم. حکم، چاربرگ، شلم و البته اگر تعداد بالا می رفت می توانستیم بلوف، هفت خبیث و بازی های دیگر هم انجام دهیم. گاهی بازی گرم می گرفت و تماشا چی داشتیم، گاهی افرادی بودند برای مشاوره، گاهی لیگ های مختلف شکل می گرفت و حتی گاهی آنقدر جدی می شد که شرط های سنگین می بستیم. حتی یک بار یادم هست که پاپ و سید سر بازی تقسیم وظایف کردند و نفر آخر یک تورنمنت مجبور شد توالت و حمام را بشورد. خود پاپ حتی ظرف ها را شست. اینجا دقیقاً همان جاست که ماهاتما وارد می شود. دقیقاً همین نقطه. اشتباه نشود، ماهاتما وسط شستن توالت و ظرفای ما نبود. ما اصلا با ماهاتما هم واحد نبودیم. ما در مورد تفریحات ساده صحبت می کردیم و بحث به تفریح مورد علاقه ماهاتما رسید، به ورق. نه به این معنی که او فیل اوی ویلا شهر باشد و 24 ساعت در حال بر زدن ورق، نه به این معنی که یک گوشه آن قاعده که گفتم نشسته باشد و حریف را به مبارزه بخواند. خیر، من هیچ وقت ندیدم که دست به ورق بزند. ماهاتما یک فیلسوف ساده اندیش و ساده زیست بود. از کوچکترین چیزها لذت می برد، از نوازش باد، از لاله های سرخی که هر سال بهار کل تپه های اطراف من را جلا می داد، از چایی، از رادیو و صد البته برای کیف بیشتر دیدن ما در حال بازی. هر وقت که مهمان ما بود کنج یکی از تخت ها می نشست،
در حالی که هدفون در گوشش رادیو میخواند، لیوان چای در دستش، ما را از بالا نظاره میکرد و نمیتوانم اقراق کنم که خالصانه ترین خنده اش را همان لحظه ها میدیدم، دقیقا مثل همان عکس معروف مهاتما گاندی. این سیستم بوداگونه‌اش اصلا تصور نشود که بچه پیغمبر بود. خیر، ما همه انسان بودیم و خب ان الانسان لفی خسر، اما مثل ما انقدر پیچیده نبود، صاف ساده مثل یک امر بدیهی و برخواسته از ذات آدمی، بدون شیله پیله، بدون تعارف و خیلی رک پایش که میرسید اعتراف میکرد به انسان بودنش. من هیچ وقت فرصتش را نداشتم یا نمیدانم نشد که بنشینم و ببینم در دلش چه میگذرد. لایه فیلسوف گونهش آنقدر ضخیم بود که قابل نفوذ نبود. فقط هر وقت که میخواست، هر وقت که دلش بود و یا برای سوال میشد، خودش آن لایه را کنار میزد، حرفش را میزد و دوباره در نهایت ظرافت لایه را برمیگردان سر جایش. مثلا یک بار اواخر ترم که دیگر لیوان تمیز در خوابگاه پیدا نمی شد و تمام بچه ها به عنوان سهمیه از سلف لیوان یک بار مصرف دریافت می کردند، آمد اتاق ما. ما هم به رسم مهمان نوازی من چای تعارف کردیم. بدون شک دلش بود که چای بنوشد، اما وقتی انبوه ته سیگارهای ته لیوانها را دید، وقتی دید هیچ انگیزه‌ای نداریم که مخفیشان کنیم یا پا بشویم برویم بشوییم، انصراف داد. وقتی کتری داغ به اتاق رسید، پاپ از گوشه اتاق دست برد و یک ستون بلند لیوان یک بار مصرف را برداشت و به هر نفری که طالب بود یک لیوان داد و ادامه ماجرا سر ساقی سلامت. که این صحنه را دید، لبخندی ساده بر لبش نشست و گفت: بسیار مسرور می شوم وقتی می بینم این گونه به سوی سرطان می شتابید. و تمام. برای همین هیچ وقت فرصت نشد که مثلا سر شوخی من انقدر ادامه یابد که به صمیمیت بیمرز برسد، یا اصلا نشد ما سر یک موضوعی که دغدغه شخصی خودمان باشد و به دیگران ربطی نداشته باشد بحث کنیم و حتی به نتیجه هم نرسیم. نه آنگونه که با سید، آنگونه که پاپ و نه آنگونه که با گاد. من یک آدم شهودگرا بودم و از تمام مفاهیم انتزاعی متنفر، از خدا، از عشق، از فلسفه، از هر آنچه که اسمی دارد ولی نمیتوان لمسش کرد. اما نمیتوانم بگویم از انسانی ترین فیلسوف قرن، از مهاتما.